به نام خدا، لایتنینگ هستم از کانال امنیتی الون سک. از این به بعد ویدیوهای آموزشی و پستایی که خودمون می‌نویسیم و اینجا آپلود می‌کنیم. آدرس کانال آپلود ویدیوهای آموزشی و مقالات آموزشی که خودمون ضبط کردیم و نوشتیمشون هست @alone_sec. بعد اینم بگم خدمتتون که قرار آموزش از صفر باشه، یعنی اینکه اگر دوستان هیچی بلد نباشن قرار زبان سی رو به طور کامل یاد بگیرن و قرارمون هم هست که هر هفته 3 تا ویدیو روی چنل قرار بگیره. سعیمون بر اینه، حالا اگر زمانی شد که مثلا 3 تا کمتر شد به بزرگواری خودتون ببخشید، ولی قول میدم اگر از 3 تا کمتر شد بعدش جبران کنم براتون. خیلی که اصرار زیاد دوستان مبدی بر این که شما بیا از اول یاد بده، منو بر این واداش که اول از همه با تاریخ 30 شروع کنم. 30 در واقع نوشته یه بنده خدایی هست که ایشون از زبان BCPL کمک گرفته، یعنی تکامل یافته زبان BCPL هست. حالا یه سری به ویکی‌پدیا میزنیم تاریخچه. بعد اینم براتون بگم که زبان BCPL باز خودش تکمیل یافته زبان بی بود و علت نامگذاری زبان سی اینه که بعد از زبان بی اومد. بله دنیس ریچی در آزمایشگاه بل زبان سی رو اختراع کرد و به جرأت میتونم بگم از قوی ترین زبانهای برنامه نویسی حال حاضر هست. حالا شاید به مزاق خیلی خوش نیاد این جمله، ولی بگم که اگر قوی ترین هم نباشه جزو قوی ترین هاست. اگر زبانی قوی تر از سی وجود داشت برای محاسبات و نوشتن نرم افزار، هیچ وقت نمی اومدن کرنل سیستم عامل ها رو با زبان سی بنویسن. و بهتون اطمینان میدم که زمانی که سی رو یاد میگیرین خیلی هم لذت خواهیم برد. پس از پایان دوره آموزشی هم بار علمی بسیار زیادی کسب میکنید و بعدم یه قدمی هست برای که هکر بشید، چون اسمورفی که از هکرهای ناسا میگه هکر نیست مگر به زبان سی و سیستم عامل لینوکس مسلط باشد، غیر از این باشد اصلا هکر محسوب نمیشه. خیلی خوب، بعد من یه چیزی که بهتون بگم، محیطی که اینجا من دارم کار میکنم فعلا لینوکسه، ولی خب برای یه سری توابع غیر استانداردی که مایکروسافتی هستن من مجبورم از محیط لینوکسی استفاده نکنم و از کامپایلرهای مثل ویژوال استودیو استفاده کنم. حالا جستجو میکنم اگه ورژن لینوکسی داشته باشه کامپایلر ویژوال استودیو که اونو دانلود میکنم به راحتی باهاش کار میکنم، اگر نه هم که مجبورم کلا بعضی ویدیوها رو با ویندوز تکرار میکنم ضبط کنیم. خیلی خوب، اول اصلا اینو بگم که نرم افزاری که الان دارم باهاش کار میکنم جی ادیت هست، تو هر سیستمی هم میتونه نصب شه. حالا بر اساس مثلا بیسی که از اوبونتو بیس ها با این دستور apt-get، البته قبلش sudo بزنیم چون من روت هم نمیزنم، apt-get install سیستم های دبیان بیس مثل اوبونتو مینت و غیره از این دستور باید استفاده کنن. gedit فکر کنم مخفف گنو ادیت یا گنوم ادیت باشه، یکی از این دوتا هست. بعد دوستانی که آرچ بیس هستن مثل خود من پکمن داش اس نصب میکنه و هر لینوکسی با توجه به بیس خودش دستور متناسب با خودش. خب اینو بگم که اصلا جی ادیت اینجوری که شما میبینین نیست. حالا چیکار کنیم اینجوری بشه؟ آقای علیرضا امیر صمیمی یه دونه آموزشی دارن که توش توضیح دادن چه شکلی میشه
جیدیت رو به یه آیدی ساده تبدیل کرد برای کد نویسی صمیمی. حالا الان تو سایتش هم میریم، خیلی آموزش های قشنگی هم دارن ایشون در مورد کانفیگ، معروف هستن، بعضی جا شنیدم که بهشون میگم سلطان کانفیگ. خب وبلاگ شخصیه آها، امیر صمیمی داتای علیرضا نداشت. خیلی بله، این خود ایشون هستن. و این هم بگم که دیولوپر نرم افزار پرسپولیس، دانلود منیجر پرسپولیس، خود ایشون هستن و پروژه هم استارتش با ایشون بوده. و اینکه ورژن فکر کنم 2.3.2 هم داره درست میشه. و اینم بگم که بله، نگاه میکنم خیلی چیزاشون در مورد کانفیگ هست، مثلا کانفیگ فایرفاکس هست اینجا. بعد مستند دکل، حالا دنبال این باید بگردم که جی ادی تو کجا ایشون گذاشته. اگر پیدا بشه خیلی خوب، بدش اصلا از خود سایت گوگل جستجو میکنم. دیده جدید به محیط و بقیه هاشم خودش اعتمادا. بله، چگونه جدید را برای برنامه نویسی آماده کن. بله، آدرس شما هست amirsamimi.ir/gedit_code. این آموزش که اینجا داده رو اجرا بکنید. من طبق همین پیش رفتم، این مرحله رو طی کردم به ترتیب و در نهایتش هم gedit من از یه gedit ساده به این تبدیل شد. خیلی خوب، اول از همه بگم که سی زبان ساخت یافته است. اگر اینجور چیزها رو میگم متوجه نمیشید، ایرادی نداره، زیاد به خودتون سخت نگیرید، نگران هم نباشید، چون همه اینا رو در طول آموزش به شما یاد خواهیم داد. و اینم بگم که یاد گرفتن زبان برنامه نویسی مثل الف و ب نیست که من مثلا الف رو بگم بعدش ب رو بگم. شما یه مجموعه رو باید ببینین و هر بار یک قسمت از اون مجموعه رو بگید. خیلی خوب، نرم برنامه نویس ها این هست که اولین برنامه که می نویسن به هر زبانی، حالا و خود من هم که اولین برنامه به زبان سی پلاس پلاس بود، برنامه هلو ورلد. خیلی خوب، در زبان سی برنامه چه شکلی نوشته میشه؟ شارپ یا هش یا نامبر ساین، اینکلود، انجلر براکت هست، اس تی دی آی او دات اچ. و دوستانی که دارن از ویندوز استفاده میکنن، نرم افزارهای مثل ویژوال استودیو و دیگه ویژوال سی پلاس پلاس، توربو سی، بعد کد بلاکس، دف سی پی پی، اینا همه میتونن سی رو برای شما بنویسن. و من اینجا اول اوپن کنم یه تستی رو، تست دات سی. بله، فرمت نرم افزاری هم که با زبان سی نوشته میشن اکثرا یا سی یا سی پی پی هست. خیلی خوب، کامپایلر خودتون که دانلود کردید اونجا قشنگ میتونید باهاش کداتون رو کامپایل کنید. حالا اول از همه بگم که زبان ها به سه قسمت تقسیم میشن، زبان های سطح بالا، سطح میانی و سطح پایین. بعد زبان های سطح بالا مثل جاوا، جاوا اسکریپت، پی اچ پی، اینا زبان هایی هستن که خیلی راحت کداشون خونده میشه. زبان های سطح میانی بایی که خیلی کداشون راحتن و روانخوان هستن، یعنی کاربر میتونه اونا رو بخونه، قابلیت کار کردن با حافظه و سخت افزار رو دارن. و زبان های سطح پایین هم که با ویلاس فقط مرتاض کامپیوتر میتونه بره سمتش. من خودم هم خیلی علاقه مندم به زبان های سطح پایین. و اینم بگم که اون زبان ها دیگه شما دسترسی کامل دارین بر کامپیوتر. بعد فقط یه بدی که هست، کداش یکم طولانیه. مثلا نه ترسینا، ولی خب مثال هلو ورلد به زبان اسمبلی که زبان
سطح پایینی هست 200 خط، مقدار زیادی نیست. اگر بفهمیم چی کار میکنه خیلی ساده است. خیلی خوب، حالا اینجا یه اینکلود stdio می‌نویسیم، این تایم اچ هم که اصلا مال ما نیست، stdio دات اچ. این چی هست؟ میگه شما برو این فایلو برای من زمیمه کن به کدم. یعنی چی؟ یعنی شما فرض کنید قبل از شما یه نفر اومده با اون 32 تا کلمه رزروی، اینا بگم که سی کلان 32 تا کلمه داره، یه نفر اومده با استفاده از اون 32 تا یه برنامه، یک دونه کتابخانه ای نوشته که توی اون کتابخانه یه قلم تابع هست. تابع بخشی از کد رو بهش میگن که یه وظیفه رو انجام بعد اون کتابخانه رو نوشته تا مثلا دفعات بعدی، برنامه نویسای بعدی و خودش که خواستن مثلا یه متنی رو روی صفحه نمایش چاپ کنن، لازم نباشه که مثلا بیان یک خیلی مقادیر زیادی کد بزنن برای نشون دادن یه مقدار رو صفحه یا یه استرینگ رو صفحه. فقط با یک دونه فراخوانی تابع همه چیه. استرینگ هم رشته است، مثلا علی 1 2 3 شارپ، این یه رشته است. خیلی خوب، خب جلسه اول زیاد سخت نمیگیریم، از مثال هلو ورد و سینتکس دیگه فراتر نمیریم. خوبه سبک براتون میگیریم تا راحت بتونید. خیلی خب، حالا مثلا یه توضیح مختصری در مورد اینا دادم که مثلا اون اینت مینی که نوشتیم چی هست، این دوتا آکولادا که باز و بسته شدن چی هست، میدم توضیحات، ولی زیاد کنجکاوی نکنین چون بعد به یک جایی میرسین که مفاهیمی که میخواین بفهمین و اتفاقا بدتر نمیفهمید. چرا؟ چون دانشتون خیلی ابتدایی هست و این چیزایی که ما اینجا میبینیم در واقع چجوری براتون بگم، آها فرض کنین یک دونه کوه یخی توی اقیانوس شناوره، مثل همون مثال دیپ وب، این قسمتی که الان داریم ما کار میکنیم اون قسمتی که دیده میشه و اون همه کدای که اون پایین نوشتن، کدایی که باعث میشه ما اینجا کارا رو خیلی راحت انجام بدیم، اونا رو بعداً بررسی. خیلی خوب، اول از همه بگم که تابع مین تابعی است که همه کارا رو انجام میده توی زبان سی و سی پلاس پلاس. هیچ برنامه‌ای در زبان سی و سی پلاس پلاس وجود نداره که توش تابع مین نداشته باشه. اینو تکرار میکنم، هیچ برنامه، حالا اصلا میگیم هیچ برنامه وجود نداره، به این قسمت ها شما کلن کار نگیرید، بعدا اینو بهتون توضیح میدم. این آکولادا نشونه این هست که کد ما تا کجا ادامه داره، یعنی اگر یه آکولاد باز کنم هیچی توش ننویسم، آکولاد ببندم، یعنی این تابع هیچ کاری انجام نمیده. خیلی خوب، بعد یه نکته برنامه نویسی هم بگن، اگه میخوای حرفه‌ای بشین، زمانی که یه دونه آکولاد وا میکنین، یه دونه پرانتز وا میکنین و کلن از این رو کارا، یه تب بزنین یکم بیا جو، اصطلاحا بهش میگن عمق یا تو رفتگی، باعث میشه برنامه خیلی خوب. خیلی خوب، حالا شروع میکنیم. پرینت اف، خب حالا قالب کاربرد پرینت اف چی هست؟ printf دستوریه برای چاپ روی مانیتور و اصطلاحاً خروجی استاندارد ما، حالا چه مانیتور باشه چه پروژکتور باشه هرچی، مهم نیست. printf تابعی است که برای ما این کار رو انجام میده، از دو بخش تشکیل داره، خود کیبورد یا همون کلمه کلیدی رو که می‌نویسید، پرانتز باز، اینجا عبارت شماره اول و عبارت شماره دوم. حالا عبارت شماره اول چی هست؟ Hello World هست. بعد اینا پاک میکنم، چون یه چیز دیگه هم بگم که اگر فقط میخواین روی رشته ای رو چاپ کنین روی صفحه نمایش، به هیچ عنوان نیازی ندارین به قسمت دوم، مگر اینکه بخواید تعداد کاراکترهای چاپ شده رو حساب کنید که اینا هم بعداً باهاتون کار میکنن. خیلی خوب، اینم بگم که هر دستوری بلا استثناء، دستور تکرار میکنم، دستور باز چیزای دیگه است که به سمیکالن ختم میشه، به این نقطه ویرگول کوچولی نانازی که اینجا هست یا هم سمیکالن ختم میشه، و دستوری که سمیکالن نداشته باشه به شما ارور میده. حالا من اینجا دکمه کامپایل رو میذارم
که برنامه کامپایل بشه. میگه چی؟ میگه این فانکشن main در تابع main میگه تست سی، فایل تست سی تو تابع مینش تست سی خط پنجم چیز داریم، یه دونه ایرور گرفتم expected semicolon before accolade بسته token. میگه چی کار شده؟ میگه که شما، من انتظار دارم زمانی که دستورتو تموم میکنی یه دونه سمیکالن بعدش بذاری. حالا چرا کامپایلر مثلا اومد ده خط، مثلا یه خط پایین تر فهمید؟ البته بعضی وقتا میشه که شما مثلا چند خط پایین تر هم بفهم. چجوری؟ مثلا الان اگر این سیستم جدید نباشه فکر کنم الان باید یه اروری بگیرم. هیف یک سایی با سایی با یک جتب ریترن صفر مثلا. آها خیلی خوب، مشکلات قبلی از بین رفته. ولی خب اینم بهتون بگم که قدیما اینجوری بود که شما یه سمیکالون میزدی مثلا کامپایلر میومد 10 خط 15 خط بعد میفهمید و واقعا مکافات بود اشکال زدایی برنامه. خیلی خوب، میگه قبل از اون ایفت که هست یه دونه سمیکالون جا گذاشتی. حالا اینا رو پاک میکنم همون دوباره همون محیط قبلی. میگه بله یه دونه سمیکالون قبل از این جا افتاده. منم میگم باشه سمیکالون رو میذارم اینجا، F8 میزنم، بله کامپایل میشه. جا بخش ترمینال باز میکنم. خب من از اونجایی که میدونم این فایلم با چه چیزی سیو میشه، نقطه سلش تست من تنظیمش کردم که تست ذخیره بشه. و اینم بگم که اون نام فایلمون، نه اشتباه اومدیم، این external tools، اینجا بخش کامپایل. البته من بیلد خودم اینو ساختم، این کداشو فقط زیاد بهش کار نگیرید، فقط همینو بدونید که نه اینم نیست. حالا یا F5 F8 F8 کجا؟ بله اینه، همین کدو کپی کنید، نام این فایلتون رو براتون کامپایل. خب تست رو ران میکنم. بله نوشت Hello World، علامت تعجب، دقیقا چیزی که ما بین این دو تا کوتیشن، به این علامت ها میگن دابل کوتیشن، دابل کوت هم بعضی وقتا میگن. یه دونه علامت تعجب هم گذاشته و برنامه تمام شد. خب سفر کلیر میکنم. یکم توضیح دیگه در موردش بدم، اگر یکم با کامپیوتر آشنا باشید میدونید که هر چیزی که روی صفحه کیبورد شما تایپ میکنین یک کاراکتر هست، هر چیزی که روی نمایش صفحه نمایشگر شما متن هست و تایپ میشه متشکل از کاراکتر هست. حالا مثلا فرض کنین این کاراکتر هست، شارپ کاراکتر هست، نقطه خودش کاراکتره، نه کاراکتره، بک اسلش کاراکتره، تمام اینها کاراکتر هست. حالا من میخوام که چیکار کنم، نمیخوام این اتفاقی که دفعه قبلی افتاد بیفته. نگاه کنید، میخوام مثلا برنامه یک خط بیاد پایین ترین عبارت هم. میگم چیکار کن، اینجا از کارکتر کنترلی استفاده میکنم، مثلا میگم بک اسلش ان. کارکترهای کنترلی چی هم؟ به اون تابع ما میگن مثلا شما بک اسلش ای رو بزنید یه بوق میزنه، مثلا موقع پرینت کردن. بک اسلش بی بزنین آخرین کاراکتر رو پاک میکنه، ان بزنین نیو لاین، تی بزنین تب. خیلی از اینجور کاراکترهای جادویی داری، کاراکترهای کنترلی داری. و الان مثلا من یکش رو میخوام استفاده کنم، بک اسلش ان هست. حالا دوباره برنامه رو اینجا کامپایل میکنم. بله اینجا کلیر میکنم صفحه. بله دیدین چه مرتب قشنگ این تیکه از هم جدا شدن. حالا این مثال هلو ورلد رو که زدیم، یه سری چیزهای دیگه میخوام باهاتون کار کنم. اینه که هلو ورلد رو مثلا پرینت کردیم، مثلا بخوایم چیکار کنیم، من میخوام خود کاراکتر جاف کوتیشن برای من چاپ بشه. خب چیکار کنم؟ بیام یکی دیگه بزنم که باز مثلا اصلا
این دوتا یه دونه خالی میسازن، بعد اینجا کلا یه چیز دیگه ای میشه. الان رانم بکنم حداقل دو سه تا ایرور باید بگیرم. بله یه گالم ایرور گرفتم که مثلا میگه اینا چی هست، اصلا میگه این بک اسلش من نمیشناسم، اینجا نباید به کار بیاد اصلا، و یه عالم چیز دیگه. آخر همشون برمیگرده به چی؟ همین یه کوتیشنی که اضافه سانه دوباره کامپایل میکنیم. بله بعد اینجا یه سری چیز داریم به نام کارکترهای چیز کارکتر بک اسلش. مثلا کارکتر کنترلی رو شما بخواید چاپ کنید، مثلا خود بک اسلش این رو شکلی بخواید چاپ کنید، خود بک اسلش با هر کدوم از کارکترهای کنترلی تایپ بشه مشکلی ایجاد نمیکنه، یعنی قش عین همونو بدون در نظر گرفتن اون قابلیتی که داره چاپ میکنه. حالا مثلا من میخوام کوتیشن رو چاپ کنم، میره برات. بله آها این اصولا الان باید یه دونه کوتیشن قبل از هلو ورلد برای من چاپ کنه اینجا، و من چک میکنم ببینم. بله ببینید یه کوتیشنی که اینجا هست اینجا هم من زدم. حالا مثلا میخوام خود بک اسلش رو چاپ کنم، بک اسلش میزنم. بعد این دوباره کامپایل نکردم، اینجا کامپایل میکنم. آها بعد حالا مثلا اگه بخوام سه تا بک اسلش چاپ کنم، این شکلی نیست که مثلا یکی اولی رو بذارم بعد مثلا سه تا بعدش بذارم، قشنگ باید 6 تا از اینا بذارم، 6 تا بک اسلش بذارم که سه تا برای من چاپ کنه. یعنی اولیه نقشه فقط غیر فعال کردنشون داره. خیلی خوب تست. بله سه تا اینا. خیلی خوب اینجا که من اینجا یکم اینجا برم تو پوشه جی ادیتم تا اون قشنگ دیگه راحت باشه وقتی میخوایم کد بزنیم. کلیر میکنم نقطه اسلش تست. آها بعد این محیط ترمینال هم اینجا داره. خیلی خوب یه سری مفهوم دیگه که باید یاد بگیرین، وای وای حجم اونم داره به شدت زیاد میشه، 22 دقیقه هم شده، ایرادی نداره، مشکلی نیست. دوستان لطفا توجه کنن، داریم نزدیک میشیم به پایان این ویدیو. خیلی خوب تا اینجا گفتیم که پس هر دستوری به سمیکالن ختم میشه. برای چاپ کردن یک دونه متنی باید چی کار کنیم، این که دستور بک اسلش به علاوه ان مثلا چی کار میکنه، به علاوه ای چی کار میکنه، به علاوه مثلا بی چی کار میکنه، اینا رو یاد گرفتیم. و اینم یاد گرفتیم که بک اسلش کاربرد کاراکترهایی که خود نرم افزار به عنوان توکن میشناسه رو از بین میبرن. مثلا شما اینجا سمیکالن نه بک اسلش، مثلا اینجا خود کوتیشن هست، حتی اینم چون جفت کوتیشن خورد. بعده و از این دور کار رو انجام میده برای ما بک اسلش. حالا یه سری اشتباه رایج که بعضی ها میکنن اینه، اشتباه میزن این چی کار میکنه تو زبان سی. الان میاد برای ما دقیقا این این عبارت رو چاپ میکنه. کامپایل کنم. بله خیلی خوب نقطه تست. بله دقیقا خود اسلش این رو برای ما چاپ کرد، در صورت که این اصلا مد نظر ما نبود. بعد دیگه مثلا از اشتباهات اصلی چیه که مثلا سمیکالون رو فراموش کنن. بعد این آها یه چیز دیگه هم بگم بهتون، این که مثلا بخوایم یه تصور غلطی هم هست در مورد این، اینه که زمانی که شما اینو خالی بذارین بعدش انتر میخوره. پس یعنی چی؟ مثلا اگه میخوام یه چیز دو خطی بنویسم که خط اولش نوشته میشه بعد انتر هست، مثلا بعضی ها میان این کار میکنن. واقعا یکی از خیلی کارهای بچگانه ای هست. البته خب به حال
نبود علم باعث میشه همچی چیزی، این ترم زن. یعنی اصلا واقعا از لحاظ برنامه‌نویسی یه کار خیلی اشتباهی است. و میدونی که مثلا کامپایلر چند تا هم ارور میده. همه اینا به علت چیه؟ به علت اینکه من اینو باید اینجا ببند، وقتی اینو اینجا ببندم اینو باید اینجا هم ببند، و وقتی اینو اینجا بستم باید باز دوباره یکی اینجا بزنم تا این عبارت مسخره من کامل بشه. بعدم اون پایین یه رشته خالی اصلا معنایی نداره تو زبانسی. خیلی خب، یه کار دیگه که باید کرد مثلا این میتونه باشه که مثلا دوستان فکر میکنن اگر این پریت اف بذارن پرانتز رو وا کنن دوباره هلو ورد بنویسن، هلو ورد، مثلا تصورشون اینه که اینا تو دوتا خط چاپ بشن. مثلا بعضی زبان ها اصلا مثل زبان روبی، پایتون به نظرم بله اگر دوتا عبارت بزنین دوتا چاپ میشه، ولی زبان سی شکلی است، کامپایل میکنم به کامپایل بعد ببینید بدون هیچ فاصله ای تایم. خیلی خب، اینجا حالا میام مثلا اینجا بک سلش ان میذارم تا مثلا این قشنگ مرتب بشه کارمون. بک سلش ان، آها جای بدی گذاشته. آه اینم بگم که مثلا گفتیم دوتا عبارت داره، اون عبارتش ما رو وقتی که شما میخواید یک مقدار رو روی صفحه نمایش نشون بدین، مثلا یه متغیری دارین که نامش ایکسه، میخواین روی صفحه نمایش چاپ کنه که الان در حال حاضر چه مقداری توی ایکس ذخیره شده. حالا مثلا این کارکتر مثلا اینو اینجا من بک سلش اینو اینجا بزنم، ارور میگیره. بعد از کوتیشن بزنم بازم ارور باید بگیره. خیلی خوب، آها حالا برای اینکه چیز کنیم اینو میاریم اینجا تا مرتب بشه برنامه، کامپایل. خب دو تا هلو ورد چاپ کرد. حالا بک اسلش آر رو تست میکنیم ات. خب اینجا من، آها این بایوس بیپ من غیر فعال هست، ولی سیستم های ویندوزی و سایر سیستم ها زمانی که این کار بکنیم برای شما بایوس یه دونه صدای بیپ خارج میکنه. کلیر میکنم، بعد مثلا بک اسلش تی فکر کنم تب هست، بعد مقدار تب هم فکر کنم چند تا اسپیسه، فکر کنم چهار اسپیس یه همچین مقداری هست. خیلی خوب، یه سری چیزهای کلی رو این جلسه گفتید. اینم بگم که زیاد نگران نباشین، زبان سی خیلی آسونه، جلوتر که بریم واقعا شیرینی زبان سی رو میفهمیم. خیلی خب، یه بار از اول براتون یه سری مفاهیم رو میگم و بعدم شما رو به ایزد ممنون میسپاریم و ویدیو رو تمام میکنیم. اولین چیزی که این دستور چیه؟ این دستور دستوری است که کامپایلر میفهم. حالا کامپایلر چی؟ ببینین این برنامه که من نوشتم الان چیزیه که من میتونم بفهمم، ولی اگر کامپیوتر من بدون اینکه سیستم عامل روش نصب باشه و از اینجور چیزها بخواد اینو درک کنه اینو نمیفهمه. چرا؟ چون کامپیوتر من فقط زبان باینری، باینری چیه؟ صفر و یک، مثل این فیلم های هکری رو نشون میده یارو مثلا یک عالم صفر و یک کد پاشی میکنه برای خودش، واقعا غیر ممکن است اصلا با صفر و یک کار کردن، تقریبا خیلی واقعا آزاردهنده ترین کار اینه. خیلی خوب، کامپیوتر من پس فقط اینو درک میکنه. بعدش یه سری چیز دیگه هم که درک میکنه کدهای دو هگزایان، هگزادسیمال، یعنی مبنای 16. برای مثلا ما اعدادی که داریم مثلا مبنای 10 هستن، 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9، اینا ارقامی هستن که ما توی مبنای 10. حالا مبنای 16 چیه؟ بعدش A هست، B هست، C هست، D هست، E و F یا
یعنی چی؟ یعنی 16 تا رقم که البته تا 9ش به ارقام معمولی است و A B C D E F شم که مثلا A مساوی با 10، B 11، C 12 و به ترتیب F آخرین 15. بعد کدای دو دوی رو تشخ... 16 16 رو تشخیص میده، مثلا الان C1 این C1 F5 02 8 8 A اینا چیزایی هست که کامپیوتر من میتونه تشخیص بده. حالا یکم بالاتر که میایم زبان اسمبلی هست. زبان اسمبلی میاد مخفف کاری که اون دستور انجام میده رو به زبان انگلیسی کلمه متناسبش رو مخفف میکنه و به یه دستور تبدیل کنه. مثلا دستور add جمع هست از زبان اسمبلی، موو فکر کنم این فکر کنم تفریق باشه. خیلی زبان جالبیه واقعا. بعد اما داشتم میگفتم که کامپایلر چی هست. خب به هر حال کامپیوتر من برای که این منظورهای خودشو انجام بده و منظور منم بفهمه میاد چی کار میکنه، از کامپایلر استفاده میکنه. یعنی من استفاده میکنم، کامپایلر میاد کدای منو میخونه، برای خودش تجزیه تحلیل میکنه، بعد مقصود کدا رو تشخیص میده، کارهایی که این کد قرار انجام بده رو تشخیص میده و طی یه فرایندی اونا رو به همون زبان 0 و 1 که اول گفتیم تبدیل میکنه، جوری که برای این کامپیوتر من قابل تشخیص باشه. حالا کامپایلر یه سری دستورات مخصوص به خودش داره بجز دستورات زبان سی. یعنی این کلمه الان جز دستورات زبان سی نیست، جز دستورات کامپایلر. به کامپایلر میگه این کار بکن. مثلا یه چند تا مثال دیگه براتون بزنم. هشتگ define، بله این یک دستور کامپایلری هست. هشتگ if دستور کامپایلری است و خیلی چیزهای دیگه. دستورات کامپایلر، کامپایلر ابتدا کد رو نگاه میکنه ببینه که آیا خطای نحوی سینتکس ارور یا همون خطایی که مثلا یه سمیکالن اینجا جا مینداختیم اونا میگن سینتکس ارور، خطایی که قبل از اینکه کامپایل بشن خطا ایجاد می‌کنن، جلوگیری از کامپایل می‌کنه. نگاه می‌کنه می‌بینه همه چیز راستوریز شده برای که مثلا کامپایل انجام بشه، می‌بینه بله همه چیز درست است. بعد میاد 6 مرحله رو انجام میده که حالا اینجا بحثش نمی‌کنیم. بعد از پایان 6 مرحله کد برنامه ما به کد 0-1 تبدیل شده و اولین چیزایی هم که کامپایلر بهش توجه میکنه دستورات خود کامپایلر هست. از خط به خط میخونه، معمولا دستورهای کامپایلر رو همون خطهای اولیه میذارن. خیلی خوب. بعد این هم که گفتیم یک کتابخونه هست و کتابخونه ها رو بعدا با هم خیلی بیشتر صحبت میکنیم. این هم که گفتیم تابع مینه که هیچ برنامه نمیتونه بدون تابع مین باشه. این اینت هم که فقط بهتون بگم که یک نوع داده هست و در جلسه بعدی احتمالا در اونی صحبت خواهیم کرد. پرانتزام که اینجا برای ما فعلا مهمی سرات بعدا خیلی مهمه. این دوتا آکلاده هم که گفتیم نقشه یه دونه بلاک رو برای ما بازی میکنن، یعنی یک محوطه رو ایجاد میکنن که کدای کارمون تابه رو توش بنویسیم. این هم دستوره، یعنی تابه پرینت اف هست که از داخل این کتابخونه اومده. گفتم که من مثلا تابع پرینت اف مثلا قبلا یه نفر نوشته اون کتابخانه‌ش رو ساخته، برنامه من هر وقت لازم داره میره میگه آهای تابع پرینت اف که توی کتابخانه استیدی آی او هستی، تو الان زمینه من شدی. خیلی خوب، من این کار رو لازم دارم، اینا رو بهت میدم، طبق تعریفی که برنامه نویس برای تو کرده خروجی برای من بده. مثلا هر جا شما تابع رو صدا میکنین اصل کار این هست که شما تابع رو وقتی فراخوانی میکنین اگر داخل خود برنامه باشه که به تابع مقدار میده، مثلا میگه بر اساس اون کدی که نوشته شدی، بعد یک دونه خروجی هم احتمالاً بهمون باید پس بده تابع، بعدم که کارش تموم میشه.
و دقیقا مثل این میمونه که من اینجا براتون یه مثال بزنم. چجوری بگم؟ آها، فرض کنین مثلا شما تا دیروز میخواستین مثلا یه شاخه ای رو، مثلا یه درختی رو قطع کنین، یه دونه مثلا بعد از اول یه دونه قطعات اره رو میگرفتین، مونتاژ میکردین خودتون، بعد از اره استفاده میکردین. مثلا ساختار این اره هم طوری بوده که هر بار بعد از استفاده چی؟ از بین میرفته و شما مجبورین مثلا بعد استفاده که کردین اره از هم جدا میشده و بار دوم مثلا بخواین استفاده این دوباره باید مونتاژ. حالا مثلا فرض کنین که یه نفر بیاد اون اره برقی ها رو بسازه و یه کاری کنه که اره برقی ها دیگه مثلا از هم نپاشن، ثابت باشن، بعد توی مکانی قرار داده، مثلا توی اتاقی انباری، بعد شما میرین اره رو ور میدارین، استفادهتون رو میکنید، دوباره بر میگردونین سر جاش. مثالی که از تابه و کتابونه زدم میتونه یه همچی چیزی باشه، البته میتونه مثل خود اسم کتابونه هم باشه. مثلا شما یه کتاب خونه داریم پر کتاب، کتاب ها تابه هن، کتاب خونه هم که خود کتاب خونه است. بعد مثلا یک نفر، برنامه ما یک آدمیه که به یه اطلاعاتی نیاز داره، خب مثلا برنامه میره میگرده کتابی رو که میخواد پیدا میکنه، اطلاعاتی رو که میخواد از توی کتاب به دست میاره، کتاب رو سر جاش قرار میده، از کتابخانه خارج میشه. خیلی خوب. آها یه چیز دیگه هم بگم که یه دستورم داریم معمولا اینجا return 0 0 رو به سیستم عامل برمیگردونه، یعنی برنامه با موفقیت انجام شد. حالا بعدا بهتون میگم اگه مقادیر دیگه برمیگردونه چی میشه. و هر جا از کد شما صفر رو برگردونین دیگه بعدش نباید کد بنویسین، من یعنی که تو شرط باشه و غیره، ولی مثلا اگه من اینجا این بالا بنویسم ریترن صفر، از من ارور میگیره، میگه برنامه که تموم شده، اینا چیه دوباره نوشتی. پس آخرین، همیشه آخرین کد ما ریترن صفر است. خیلی خوب، فکر کنم برای این جلسه کافیه. لایتنینگ هستم از تیم آلون سکیوریتی، آدرس چنل هم هست @alon_sec. به کانال ما بپیوندید، آموزش ها رو دنبال کنید و از دانش لذت ببرید.